بیخوابی. خواب را مجالی نیست. در پیش پرده های چشم رژه می روند تمام شب، انبوه واژه های سرخورده، واژه های ناخوانده یا ناشنیده. رویاها هنوز در انتظار خواب بودند که پرنده خواند و آوازش پر از شکفتن واژه ها بود. ماه بانو تنها نشستم بگفت، بیشنودی و واژه ها گم می شوند بیدرنگ در ژرفای اندوه رنگ سکوت. نیست پژواکی یا سال خوردگی من است که سنگینی گام هایش را بر پرده های گوش تکرار می کند. راستی را در کوچه های شب زده آیا هیچ تشنه‌ای به اتفاق بیدار نمی شود؟ تا شاید صدای واژه های خسته ام را بر سنگ فرش بشنود؟ ماه بانو به نجوا بگو تا خروس خان چقدر مانده است؟ چاووش خانان که می گذشتند صدایشان شنیده نشد، چرا که هنوز شب نشده بود چه رسد به سحر. پس گلویشان بریدند همچون خروسان بی محل. ماه بانو در این شبهای پس نشینی با راهیان سرگردان از پلنگ های کمر شکسته بگو، پلنگ های پرغروری که جشن بلوغشان شبانگاهان جهشی بود تا مرگ. آه ماه بانو، ای یگان مستمع دردهای دیرینه در شبهای تنهایی، بشکن سکوت، سخن بگو. نقاشی های پاره. می دانست که رفتنی است، پس نقاشی هایش را برگ برگ کند و ریخت، خودی تکند و سبکبار رفت. پرندگان سیاه پوش اوریانی به جا ماندهش را بر شانه های پوشالی مترسکان به شیون نشستند و تنها سمستان بود که در بدرقش سپید پوشید، دست تکان داد و بر پیشانی گر گرفته زمین دستمال سرد گذاشت.
جادوی صدا. باز سلاخی نور پیش پای شب شیون گستر، باز پشت هر پنجره رو به شفق آسمانی دلخون به وداع آمده با پیکر بیرمق زخمی روز. باز چیره می گردد شب در نبردی کهنه و هزاران قطره می چکد از خورشید روی دامان هیولای کدورت پیشه. من استاده به درگاه عدم بستم دل به صدایی به عریانی آب که مرا می خواند تا فراسوی شبه تا به میلاد یقین. بختک شوم سیه پوش گشوده است سهر سوها رو بال، نرم باد است و سبک بالی ذهن. می کنم دست دراز، می زنم چنگ به هر گوش و کنار و صد افسوس که هیچ جز صدا نیست در این وادی افسون شده خواب و خیال. می نهم پای به دالان گذار، شمع را هم خاموش، دیدگاه هم تاریک، دیگ شوقم پر جوش. من به مهمانی خورشید چه بیتاب سفر خواهم کرد. کمروش مرغیس اساطیری و ساکن البرز کوه. بدنی دارد همچون شیر و پروبالی همانند عقاب. او در زیر درخت سوما یا هوم زندگی می کند، همان جایی که سیمرغ نیز شبها آشیان دارد. او پخش کننده همه دانه ها در سراسر جهان است و در اوستا آمده که به دستور فرشته برزیزد نابود کننده دشمنان ایران است. کمروش. اینک من محبوس قفسه ها و کشوها، زندانی انبار کاغذهای خاک نشسته اندیشه های مکتوب. ای ساکنین شهرهای دریاهای آرام، با من بگویید چه کنم رپ رپ واژه ها را بر سازه هزار لایه فکر، وقتی زبان قتلگاه سرخ واژه هاست، وقتی سکوت را به حماقت تاخت می زنند و سخن را در سراچه تفتیش به بند می کشند. کجاست چمروشی که مرا با خود ببرد به معبد خورشید، تا سینه بشکافم و در برابرش نهم قلب گداخته سرزمینم را، وانگاه به نظاره بنشینم شرم را که قطره قطره ذوب می شود. Thank you.